آرزو و معصوم خانم زوج جوونی هستن که تازه ازدواج کردن، اختلافات جدی افتاده بر سر مهاجرت. معصوم خانم میگه که روستا رو ترک کنیم بریم شهر. آقا رضا میگه نه بمونیم همینجا، این پولی که میخواییم بدیم به صاحبخونه خودمون اینجا سیف کنیم، ذخیره کنیم، پس انداز کنیم برای آینده. شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لب‌لب خورد گه دانه دانه. تمام مردانی که، پسرانی که، دامادهایی که فکر کردن با موندن خونه پدر مادرشون بریم تو این زیر زمین بشینیم، بریم طبقه چهارم بشینیم، طبقه همجا خودمون بسازیم، اینجا مثلا درستش کنیم، این فکرها رو کردن، زمینگیر شدن، به هیچ جا نرسیدن. اونایی که کمربند استقلالشون رو بستن، ساحل آرام زندگی رو ترک کردن، زدن به امواج دریاها و اقیانوسها و صخره‌ها، اونها موفق شدن. در کمتر از 5 سال صاحب خونه، ماشین، دفتر کار، همه امکانات شدن. حتی ویلا خریدن، حتی تونستن سفرهای خارجی برن. اما اونایی که فکر کردن اگر بمونن خونه پدر مادرشون واقعا مثلا رشد میکنن، میتونن پسنداز کنن، زهی خیال باطل. چرا؟ چون انسان میل به تنبلی داره، انسان میل به سستی داره. سستی و تنبلی یکی از مکانیزم های 6 مکانیزم دفاعی انسان هست که برای اینکه سیانت کنه از اون ساحل امن و آرام و در واقع امنیت خودش رو حفظ بکنه، میل به تکرار و تنبلی داره. بنابراین شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لب‌لب خورد گه دانه دانه، که فکر کنی موندی خونه پدر مادرت رشد میکنی. هرگز تو رشد نخواهی کرد، زمین گیر بشی. 98% مردم خودانگیخته نیستن، نیاز به فشار و هل دادن دارن که اینها حرکت کنن. خودتون رو تو فشار بندازید، ساحل آرام زندگی رو ترک کنید، بزنید به اقیانوس‌ها و دریاها، به امواج سهمگین آبها و صخره‌ها. اگر میخوایید کوسه شکار کنید، اگر میخوایید نهنگ صید کنید، وگرنه میمونید سالهای سال، به هیچ جا هم نمیرسید. ترک آرام خواب باید کرد، وین به عهد شتاب باید.